مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد مصادف با 5 اوت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رئیس جمهوری آینده ایران یک تندروی محافظه‌کار توصیف شده و سازمان عفو بین الملل میگوید او باید به خاطر جرائم بین المللی به ویژه مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. ابراهیم رئیس و ساداتی معروف به رئیسی در سال 1339 در محله نوغان در شمال شرق مشهد متولد شد. او با جمیله دختر احمد اعلم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ازدواج کرده بود. دو دختر و دو نوه دارد. او دفعه سوال کردم تو خبر که چند متر گفتم 140 متر. همین نه ویلا داریم. او دفعه شما سوال کردید تو ویلا داری؟ من ویلا ندارم. خارج از کشور حساب ندارم. سهام تو این طرف و طرف ندارم. همین حساب حقوقی اون هست که حقوق داریم می‌گیریم و همین. رئیسی در 15 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و کمی پس از انقلاب و زمانی که 21 سال داشت به سمت دادستان کرج منصوب شد و سپس همزمان دادستانی همدان را نیز بر عهده گرفت. او بخش اعظم عمر کاریش را در قوه قضاییه سپری کرده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان بازرسی کل کشور نیز خدمت کرده است. رئیسی در سال 1396 و هنگامی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت نامزد ریاست جمهوری شد. او حتی با یکی از خوانندگان پاپ به نام امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو هم دیدار کرد، اما از روحانی شکست خورد و گفته می شود که هنوز مزه این ناکامی را فراموش نکرده است. امروز اصلا مسئله این صحنه که آقایون میخوان با متلک گفتن و اینها کار شروع کنن، خب تو میبینن در یک دوره با متلک گفتن کار پیش رفته، یکی گفتن سرهنگ و یکی گفته حقوقدان و یکی گفته فلان، امروز با متلک گفتن میخوان کار رو دنبال کنن. این عرصه است. چه پاسخی داریم برای بیکاری؟ چه پاسخ داریم برای مسکن؟ چه پاسخی داریم برای معیشت مردم؟ رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود در انتخابات 1400 شرکت کرد و پس از رد صلاحیت داوطلب سرشناسی چون علی لاریجانی توسط شورای نگهبان، این بار پیروز این رقابت ها اعلام شد، اما برخی از اظهارات او بحث انگیز شده است. اشکالاتی که من همیشه داشتم این که راستی چرا مگه بانک مرکزی اعلام نمی کنه که نرخ سود این میزانه؟ شورای پول اعتبار اعلام نمی کنه؟ بانک مرکزی ناظر نیست این قضیه؟ چرا اتفاق نمیفته؟ این بحث رو در جلسات مختلف مطرح کردیم، دیدیم آقایون گفتن آخه نمیشه، ما که زورم به بانک ها نمیرسه. ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت. اون چه از واکسن هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت تولید خارجی سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن. نقطه عطف زندگی سیاسی رئیسی مشارکت فعال او در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 است. معمولا از مصطفی پور محمدی، مرتضی اشراقی، حسین علی نیری و ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود به عنوان اعضای هیئت مرگ یاد می شود که در 24 مرداد 67 با قائم مقام وقت رهبری در قم دیدار کردند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. رئیسی متعلق به جناح تندروی حاکمیت در ایران است و آمریکا و اتحادیه اروپا او را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کردند. اما رئیسی در اولین مصاحبه خبریش پس از انتخابات خود را حامی حقوق انسان‌ها خواند و گفت تنها با داعش و ضد امنیتی‌ها مقابله کرده است. تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده.
با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند در مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق. یکی از کارشناسان حقوق بین الملل میگوید قتل عام هولناک زندانیان سیاسی در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است، اما ابراهیم رئیسی تا زمانی که رئیس جمهوری است از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. 100% سال 67 جنایت علیه بشریت بوده. جنایت علیه بشریت در قانون بین الملل کشتاری که سیستماتیک بوده باشه و گسترده، که این هر دو در مورد کشتار 67 درسته. و میبینیم که کشورهای مختلف، مثلا کشور کانادا که من در زندگی میکنم، این کشتار رو به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته و اثرش اینه که خب رئیس جمهور ایران کسی خواهد بود که در این نقش داشته. دوره 4 ساله هشتمین رئیس جمهوری ایران رسما از 15 مرداد شروع میشود و ابراهیم رئیسی 2 هفته فرصت دارد تا فهرست پیشنهادی وزرای خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.